غلامرضا صنعتگر. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سخت گوش، یه مقدار آستانه صبرم پایینه و زود عصبانی میشم، زودم از دلم در میره. حالا یه مقدار شاید ذهنیت مردم بر مبنای مثلا کار امام رضا یا یه سری از کارهایی که حالا یه مقدار بولتر شده منو با این دید در واقع بشناسن که بگن بیشتر کارهای آینی انجام میدم یا مذهبی، ولی در کل کارهای عاشقانه خوندم زیادم، کار عاشقانه انجام دادم، کار اجتماعی زیاد انجام دادم و فکر میکنم اونها هم موفقیت های خاص خودش رو توی در واقع این مارکت داشته. میگن آدم عاشق به دنیا میاد، تو فرق میکنی خیلی خیلی زیاد، تو معشوقه عالم و آدمی، تو دنیا به دردی ولی مرهمی، منم عاشق و نوکر و بندتون، اگه میشه من رو تو قابل بدون، تو سالار و سرور عزیزی برم، صدات میکنم عشق علیه السلام، عشق علیه السلام، زیباترین بهانه است، دل که به عشق زنده شد همیشه جاودانه است، عشق علیه السلام، تویی تو روح خدا، محال روزی بشه راه من از تو جدا. اولا که این دنیا دنیای فانیست، همه ما قبول کردیم و در واقع حالا شاید یه وقتای گول تجملات میخوریم و فکر میکنیم نه این دنیا به قول معروف همیشگیست، ولی خیلی از نزدیکان ما، خیلی از در واقع پدر بزرگهای ما، پدران ما در واقع از این دنیا رفتن و ما هم باید یک روز از این دنیا بریم. دنیا دنیای فانیست. قطعا این سری از افراد هستن که منو در واقع شاید این قدرت رو به هم بدن، مثل خانواده هم، مثل بچه هم و در واقع که امید به زندگی مو بیشتر کنم و توسل به عزیزانی که در واقع خیلی چیزها رو ازشون گرفتم، خیلی چیزها رو در واقع یعنی من در بارها و بارها بوده که به مراتب خیلی از این اتفاقات رو من اینجا دیدم و معنویات رو و این حال خوب رو همیشه در واقع سعی میکنم که با خودم همه جا ببرم و این میشه یک انگیزه برای بهتر زندگی کردن، برای امید و اتفاقات خوب آینده. خب من یک دوره خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم و این دوره در واقع شاید خیلی دردآور بود، شاید خیلی زجرآور بود، ولی منو به یک سری از چیزا واقعا نزدیک کرد. مثلا خودشناسی. این خودشناسی که میگم واقعا این اتفاق در من افتاد که من وارد شدم به یک زندگی که قدر خودمو بهتر بدونم، قدر هم نوع خودمو بهتر بدونم. من به مدت 65 روز صدامو از دست دادم، خیلی سخت بود، این ابزار کارمو از دست دادم. هیچ چیز سخت‌تر از این نیست که یک خواننده 65 روز صدا نداشته باشه. این که میام برای ائمه میخونم، کارهای آیینی میخونم، کارهای مذهبی میخونم، این یک عرقیه که در واقع تو وجود منه. دوست دارم کارهای آیینی رو، دوست دارم. دل سوخته نینوا، همه داغ و غم دیده خیمه ها، قسم به تو و اسم پاکت حسین، قسم به غریبی خاکت حسین، بدون زیر سایت نشستم، بدون دلیلش تویی، این که هستم، بدون چقدر
ابر شیش گوشت و توی خواب زیارت کنم ای خود آفتاب. عشق علیه السلام زیباترین بهانه است، دل که به عشق زنده شد همیشه جاودانه است. عشق علیه السلام توی من دو قطعه کار برای امام حسین کار کردم که کار اول برمیگرده به 15 سال قبل با عنوان حسین و کار دوم با عنوان عشق علیه السلام که در واقع بخشی از کلیپ این کار رو ما در بین الحرمین در واقع ضبط کردیم و مستندی هم در واقع در این راستا برای غلامرضا صنعتگر ساختن با عنوان عشق علیه السلام، با این روایت که آخرین در به ذریح امام حسین رو ما نصب کردیم. من فکر میکنم تمام کارهایی که در واقع در حس و حال مذهبی خوندم یا ساختم کارهایی بوده که با تمام وجود با تک تک سلولهای بدنم ارتباط برقرار کردم و دوست داشتم که یک اتفاقی رو رقم بزنم که مخاطب یعنی مخاطبم درگیر کنم، چه از لحاظ تحریر هام، چه از لحاظ آهنگ، ملودی، تنظیم، حتی نوازنده هایی که در واقع استفاده شده. و من فکر میکنم کارهایی که در واقع برای این بزرگواران برای این عزیزان ساخته میشه باید این اتفاق درش باشه و این حس و حال در واقع قلبی و نیت قلبی اگر پشت این اتفاق نباشه قطعا شاید این کار کاری نباشه که بگیره. رابطه قلبی خود من با امام رضا یک رابطه بسیار دلی و نزدیکه. یه سری چیزها رو در واقع هیچ وقت نگفتم و نخواهم گفت، ولی یه سری از اتفاقات همه عزیزان تک تک دوستان مستحضر هستن که نام من گره خورده به نام امام رضا، غلام امام رضا بودم، هستم و خواهم بود. این برمیگرده به سالیان قبل که در واقع پدر بزرگ من دست مادر منو میگیره و روانه مشهد و رضا میشه، در واقع روزهایی که اصلا قرار نبود من به دنیا بیام و اونجا امام رضا رو به جوادش قسمش میده که نوه من اگر دخترم هست و پسرشون که من اسمشو بذارم غلامت. و از اون وقت تا به الان خیلی دوست دارم. شاید اون کار میشه زامنم بشی، یکی از اتفاقات خیلی بزرگ زندگی، یکی از شناسنامه های خیلی در واقع بزرگ کاری من بود، ولی باز هم دوست دارم برای امام رضا کار بخونم و با تمام وجود فکر میکنم اون هنوز در واقع ادای دین نشده. این از دیدگاه خودم میگم. غلامرضا صنعتگر که 20 سال قبل یک آهنگی رو میساخت و اون در اون زمان شاید بیشترین اجراهای در واقع کشور رو مثلا ما میرفتیم، خب الان این اتفاق کمرنگتر شده. یکی به این دلیل که در واقع حس و حال مردم و ذائقه مردم عوض شده، یکی اینه که در واقع باندبازی شده متاسفانه و یه جورایی موسیقی افتاده دست یه سری از افرادی که در واقع بیشتر حکم مافیا دارن و بیشتر به جای این که به دید یک هنر نگاه کنن به دید بیزنس نگاه میکنن و به قول خیلی از این عزیزانی که در واقع از دوستان خود من خواننده ها رو به پول میبینن، این یک درد خیلی بزرگی است. و یه مقدار شاید اگر یه مقدار فکر بهتری اتاق فکر درست بشه و درست و درمون
بهش پرداخته بشه، شاید از این در واقع حال و احوال بیزینسمنی در بیاد موسیقی. امیدوارم اتفاق بیفته. خیلی از خواننده‌هایی هستن که الان من دارم می‌بینم خونه نشین شدن، متأسفانه به خاطر همین موضوع مافیایی که در واقع به وجود اومده و طرف اصلا زده شده. طرف اصلا من خیلی از بچه‌ها رو می‌بینم اصلا شغلشون رو عوض کردن، خواننده‌های بسیار خوبی هستن. طرف رفته، من همین چند وقت قبل یکی از این دوستان دیدم تو اسنپ داره کار می‌کنه. خب نمیگم بده، ولی کلاً متأسفانه به یک تنگنای رسوندن، به یک جای رسوندن که دیگه شاید خیلی از این دوستان که در واقع حالا قبلا به صورت خیلی حرفه‌ای و همه‌گیر بود، یه زمانی به این شکل نبود که اینقدر مافیا بازی باشه، اینقدر در واقع بیان و یک چارچوبی رو برای خودشون تعریف کنن که فقط و فقط فلان خواننده کنسرت داشته باشه. خیلی اصلا خیلی خوب میخونن، خیلی اصلا خیلی خوب دارن کار میکنن که متاسفانه دیگه جایی برای این عزیزان نذاشتن. من اصلا کلن آدم حاشیه سازی نیستم، این دوست نداشتم بشم و عرض حضور شما از روز اولی که به یک بلوغ فکری رسیدم دوست داشتم از حاشیه دور باشم و احساس میکنم هم راحت‌تر زندگی میکنم، همین که استرس بیرون این اتفاقات هنری رو ندارم، همین که حالم خوبه، از حاشیه کلن به دورم. ببینید برای هر هنرمندی ممکنه این سری اتفاقات پیش بیاد و منم قطعا مستثنا نبودم از این هم. ببینید ما خودمون مشخص میکنیم که چقدر مخاطب بیاد تو حریم شخصی ما و اون خط قرمز دست ماست. یه سری از هنرمندا متاسفانه اصلا رعایت نمی‌کنن و ولی من سعی می‌کنم در واقع این چارچوبو داشته باشم، این خط قرمزو همیشه از روز اولی که بازم عرض می‌کنم به اون بلوغ فکری رسیدم، به اون بلوغ هنری رسیدم، این فکر همیشه هست، این خط قرمز همیشه هست که دوست ندارم کسی ورود کنه به این خط قرمز. یک تیمی رو در واقع جدیداً بعد از این همه سال تشکیل دادیم، اینم به اصرار دوستان عزیز من که بشینیم یه همفکری و در واقع داشته باشیم که چه از لحاظ هنری، کارهایی که تولید میشه، محتوا و در واقع ببینیم که چه کاری در واقع چه کارهایی الان جواب میده و در واقع بهتر میتونه دیده بشه و شنیده بشه و عرض به حضور شما چه از لحاظ پخش، چه از لحاظ کنسرت و چه از لحاظ تولید کار که شاید بعد از محرم سفر صحبت‌هایی شده برای چند شب کنسرت بنده در تهران که انشالله اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره. آلبوم جدید فعلا صحبت ذهنیتی رو آلبوم ندارم، به این دلیل که دیگه الان مود شده یه جوری تک تره کار میکنن و اگر ببینم که این کارهایی که داریم تولید میکنیم به یک سرانجامی رسید، به یک تعدادی رسید که بشه آلبوم کرد، قطعا
آلبوم جدیدم وارد بازار.